سلام برادر خارجی عزیز خانواده خدا خوش میگم به شما تو این جلسه و هم میتونم کسانی هم که به وسیله یوتیوب با ما وست شدن ما تا سعود عیسی مسیح هنوز در این ایام قیامت هستیم و الان بعد از قیام چه روز عیسی مسیح با شاگردانش مشارکت داشت و کلام خدا میگه در مورد پادشاهی خدا صحبت میکرد این صدا بلند نیست؟ خوبه؟ من احساس میکنم خیلی بلنده بود مسیح میگه که من قیامت و حیات هستم هر که به من ایمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد و هر که اینا ما هستیم زنده باود و به ما ایمان آورد تا به ابد نخواهد مرد چه خبر خوش آمین مسیحیت با رستاخیز آغاز می شود و تمام دین و مذهبا به قبر ختم می شوند عیسی مسیح برای ما حیات آورده و روی صلیب زمانی که کفاره گناه های ما شد و زندگیش رو به خاطر گناه های ما داد کسی که بی گناه بود به جای ما داوری شد و این سندی که علی ما بود این دست خطی که علی ما بود که ما باید سی اونجا مسلوب می شدیم داوری می شدیم لعنت روی زندگی ما باید سی می آمد ایسا مسیح روی دوش خودش برداشت و کلام خدایی می میگه که مزد گناه مرگه او باید میمرد ماموریت عیسی مسیح که آمد در این دنیا که برای ما بمیره قبل از اینکه آسمون رو ترک کرد دیگه میدونست باید در این بیاد در این دنیا و جان خودش رو به راه ما ببخشه فقط خدا رو شو که قبل از این که خودش هم بمیره گفته که من بعد از سه روز قیام خواهد کرد باور میکرد به اون پدری که او رو فرستاد باور میکرد که بعد از سه روز قیام خواهد کرد نمیدانم الان خودش صد درصد در درونش میدونست که این قدرت مرگ در او هیچ قدرتی نداره یا شیطان هیچ قدرتی نداره و خودش هم همینطور گفت ابلیس میاد شیطان میاد فقط هیچ چیزی در من نداره خوبه نه شیطان میاد فقط هیچ چیزی در من پیدا نمیکنه هیچ گناهی وجود نداره که مثلا منو بگیره و همینطورم داوری کنه به این خاطر ما باور میکنیم که به عیسی مسیح که بی گناه بود و تمام گناه های ما، تمام تقصیرهای ما، هر چیزی که بود که روی ما می‌آمد مثل یک دفتر اونو ورداشت و برد در این دنیای مردگان و اونجا دیگه کوبید و بعد از این کلام خدا میگه که از مردگان پدر او رو به وصلی قدرت روح القدس او رو از مردگان برخیزانید در ابرانیان باب, باب نو دو آیه نه میگه که اما ایسا را میبینیم که اندک زمانی پایینتر از فرشتگان قرار گرفت ولی اکنون تاج جلال و اکرام بر سرش نهاد، نهاده شده است چرا که از رنج مرگ گذشت تا بر حسب فیض خدا برای همه چی رو بکشه؟ تمه مرگ رو بکشه او همه چیزها همه چیزهای منفی که ما باید سیمی چشیدیم او آمد تمام چیزهای منفی رو چشید و همینطور برال ایسای مسیح اونجا پدر آسمون عیسی مسیح از مردگان برخیزانید ما خیلی زیاد در مورد مرگ عیسی مسیح صحبت می کنیم در مورد قیام عیسی مسیح صحبت می کنیم فقط خواهش می کنم برادر خاره عزیز و کسانی هم که جو با ما وحش شدن بعضی وقت واقعا میشه که یک چیزی عادی میشه و در مورد قیامت ما هللویا عیسی مسیح برخواست از مرگ و همینطور تکرار می کنیم فقط میتونم بگم بزرگتری کاری هست که در این این کهکشان به وجود آمده یه چیز فولاد عظیمی هست و توی این کاری که خداوند کرده واقعا یک رازی هست و هیچ موقع با این دید نیایی ما میدونم چون زمانی که ما میگیم میدونم دیگه مثل که خدا رو محدود می کنیم یک مکاشفه هایی هست که ما باید بیشتر به دست بیاریم و این چیزی هست که خدا به ما این منتقل می کنیم به وصلی روح خودش منتقل می کنه و در اعمال رسولان باب دعای 24 نسلی می بگوییم ولی خدا او را از دردهای مرگ رهانیده برخیزانید زیرا محال بود مرگ بتواند او را در چنگال خود نگاه دارد آن دستخطی را یا سندی که ضد ما و مشتمل بر فرایز و بر خلاف ما بود محو ساخت و آن را به صلیب خود میخ زده از میان برداشت اینو ما میدونیم و ما باور می‌کنیم و برای اینم زندگی می‌کنیم و میدونیم که به وسیله آدم مرگ به این دنیا آمد و به وسیله عیسی مسیح حیات جاودانی به وسیله قیام عیسی مسیح پس این قیامت مسیح که دوباره ما رو برمیگردونه به اون نقشه خدا به این هدف خدا که از اول در آفرینش داشت که ما رو شریک جلال خودش رو بکنه همینطور هم این صورت هم همینطور خونیم شریک پیروزی خودش رو بکنه یک یک فیزی هست یک هدیه‌ای هست که خداوند به ما مجانی بخشیده است و همینطور می‌بینیم که در در این در این در این اه، چیز اه، قیام چه اتفاقی هم اونجا افتاد در رومیا ما به چهار آیه میگه که او به خاطر گناه های ما تسلیم مرگ گردید و به جهت پارسا شدن شمردن ما یعنی اینجا شدن ما از مردگان برخ برخیزانیده شد یعنی برخواست عیسی مسیح از مردگان باعث میشه که ما باور میکنیم قبول میکنیم خدا ما رو عادل میشماره مثل اینکه هیچ موقع گناه نکردیم چون تمام گناههایی که ما کرده بودیم روی صلیب برداشته اونجا دفنش کرده و پیروزمند زفر یافته و که کسی که باور میکنه به اون کاری محبت خدا که روی صلیب عیسی مسیح کرده یا خود پدر به وسیله عیسی مسیح این کارو کرده خدا او رو پارسا یعنی خدا او رو عادل میشمره من یعنی ما جای عیسی مسیح رو میگیریم زمانی که خدا به ما نگاه میکنه به خاطر اعتراف کردن من, من باور میکنم عیسی پسر خداست من باور میکنم او روی صلیب به خاطر گناه من مرده من باور میکنم او دفع شده من باور میکنم از مردگان برخواسته من باور میکنم عیسی زنده هست طبق این ایمان که از طریق قلب تو با زبان اعلام میکنین خدا تو رو پارسا حساب میکنه تو عادل شمرده شدی و خداوند میگه که من تو رو هیچ گناهی در تو نمیبینم یه چیزی که فوق العاده از فکر ما دوره چون ما اینطوری یاد نگرفتیم برای هر تقصیری تو باید جواب بدی و هیچ موقع هم خدا فرفت هیچ موقع انسان فراموش نکنه خیلی خوب میدونم دو سال پیش چه کارهایی کردی خداوند میگه که همه چی مف شده همه چی تازه شده به وسیله قیام مسیح به وسیله اون قدرت روح القدس که عیسی مسیح تقریبا مثل آسانسور رفت و عیسی مسیح رو از مردگان از این دنیای دنیای مردگان دوباره زنده کرد او به خاطر گناه های ما تسلیم مرگ گردید و به جهت پارسا شمردن شمرده شدن, شدن ما از مردگان برخیزانیده شده الان سوال من اینه که چون الان هم پرسیدم که بعضی وقت هم که ما در مورد لغت هایی که ما روحانی چیزایی که اعلام می بعضی وقت میاد میگه که من میدونم یا آیه هایی که اینجا نوشته شده من میدونم یا این آیه رو میدونم آه چقدر آیه خوبیه فقط میدم بخوام تشویق کنم هر چقدرم عادی دوباره شروع کنیم به فکر کردن مخصوصا الان در مورد قیامت میخوایم صحبت کنیم سوال من اینه که این قیامت من یا این قیامت عیسی مسیح تاثیری داره برای زندگی تو در این دنیا زندگی کردن یعنی زندگی کردن یعنی زیست کردن در این دنیا چقدر این قدرت قیامت که ما اعلام میکنیم هفته گذاشتم همدیگه رو نگاه میکردیم میگفتیم تبریک میگم قیامت عیسی مسیح و همینطور هم اینجا اعلام کردیم عیسی مسیح از مردگان برخواسته آمین فلحقی او از مردگان برخواسته این چیزایی هست که ما میگیم فقط سوال من اینه که چه تاثیری واقعا داره قسمتی بود که نسیم هم همینطور هفته گذشته صحبت کرد فقط من یه قسمت عملی میخوام وارد بشم چه آلمانی میگم وسنوتس nützt چی میشه فارسی, فارسی. چه فایده ای داره چه فایده ای داره که برای که من باور میکنم که عیسی به, به قیامت عیسی مسیح فقط باور میکنم یا زندگی میکنم در قیام مسیح اعلام کردم یه چیزی دیگه هست یه چیزی هست فقط زندگی کردن در قیام یه چیزی دیگه هست آمین ما میدونیم دعای من میگه عیسی مسیح منو آزاد کرده عیسی مسیح نمیدونم چیزایی که عیسی مسیح کرده فقط هنوز در اسارت زندگی کنم پس اونجا یه مشکلی هست کلام خدا که در اونجا مشکلی نیست مشکل میتونم من باشم ما باید فراموش نکنیم بزرگترین قدرتترین یا قدرتی که وجود داره قدرت قیامته شیطان هم یه قدرتی داره و قدرتش مرگه و زمانی که شیطان میاد با مرگش و عیسی مسیح میاد با قیامتش پس چه اتفاقی افتاده قیامت زفر یافته و همینطور هم قدرت شیطان بزرگترین قدرتی که شیطان داره مف کرده پس هر چیزایی که الان هست در زندگی ما که وجود داره وابستگی هست یا مثلا ترسایی هست نگرانی هست هر چیزایی هست ما میتونیم پسی به این قدرت قیام مسیح شکست بدیم باور میکنین؟ پس اگه بزرگترین قدرتی که وجود داره من شکست یعنی خدا به من این هدیه رو داده شکست خورده پس میتونم چیزایی دیگه قدرت یا نیروهایی که هستند یا مشکلهایی هستند پس من میتونم به وسیله قدرت قیام مسیح شکست بدم به این خاطر خیلی مهم زمانی که در مورد قد... قیامت صحبت میکنیم و جشن میگیریم پرستش میکنیم خدا اینا میخواد به ما بگه چقدر از قدرت قیامت من استفاده میکنی که زفرمند زندگی کنی کمتر از این چیز خدا نمیخواد چون عیسی جان خودش رو داد که این قدرت قیامت رو به ما ببخشه آمین من ایمان دارم طبق این ایمانم زندگی می کنم که حیات جاودانی رو دارم احساس رو نمی کنم فقط باور می کنم چون نوشته شده چون قدرت یا روح خدا رو در من اول باور می کنم همینطورم این مشارکتی که با او دارم باور میکنم و حسشم میکنم و میدونم چشم من بسته بشه من به حضور خداوند باز خواهم کرد این یه چیزی دیگه است فقط الان مهم اینه که آلبرت الان در این دنیا از کدوم قدرت تو استفاده میکنی که مشکلهای خودت رو اشتباهات خودت رو شکستهای خودت رو یا هر وابستگی هایی که در زندگی تو میتونی از کدوم قدرت استفاده می‌کنی که روی همه چیز زفر یافت بشی ظفرمند بشی متوجه هستین خدا به ما یک, قدر... یک بزرگترین قدرت رو نیرو رو یا هر اسمی میخوایم بگذاریم بمب اتم رو در ما گذاشته که با این بتونیم همه مشکلات ما رو همه چیزایی که در زندگی ما هستن له کنیم به شرطی که اول ما بخواهیم اولشه و دومش که ما باور کنیم این قدرت در ماست اگر نه خیلی عالی میتونیم در مورد قیامت مسیحت رو موعظه کنیم تعلیم بدیم به دیگران هم همینطور تعلیم بدیم فقط خودمون در شکست زندگی کنیم و زمانی که الان در مورد قیامت صحبت میکنیم چه چیزی هست که میتونه قیام کنه؟ قیامت یعنی چی؟ عیسی مسیح چی شد که قیام شد؟ قیام کرد. مرد. پس عیسی مسیح زمانی که زنده بود, خدا نمیتونست او رو این قیام، قدرت قیامت رو بهش بگه چون قیامت یعنی باید یه چیزی باشه که نیست مرده که هیچ امیدی توش نیست بعد از این خدا میاد میگه که زو الان من تو رو بیر... چیز میکنم زنده میکنم الازر باید سی چار روز میمرد که تمام امید امید یهودا امید فریسی ها قطع بشه که بگن که دیگه تمام شد بعد از این ایسای مسیح میاد میگه یک چیزی که اصلا هیچ حیاتی توش نبود بگه که ازو الان برخیز الازر پس یه چیزی باید بمیره که خدا بتونه او رو زنده کنه نه؟ پس یه اتفاقی باید بیفته پس زمانی که ما در مورد خودمون فکر میکنیم پس زمانی که میگیم که با قدرت قیامت من میخوام زندگی کنم این نیست که مثلا یک سیم رو ور میداری توی فقط چی میگن پریز میذاری. قیامت مر... ربط داره به قدرت خدای کار مافوق و طبیعی که خداوند در زندگی ما باید اتفاق بیفته میخوام درست متوجه بشین یه چیزی باید از خدا بیاد در که ناامیدی از حیات ببخشه اگر نه ما سعی میکنیم فکر میکنیم با قدرت خودمون با فکرای خودمون با نقشه های خودمون با چیزی که ما دوست داریم و حتی استعدادهای خودمون هم خدا به ما داده میتونیم سعی کنیم از این چیزا استفاده کنیم در ما یه چیز رو بیدار کنیم فقط میتونم بگم شاید اون موقع میتونم بگم آلبرت رو یکم ساختم یکم یه چیزی کردم که الان آلبرت چی شده یه قدرتی گرفته فقط این تمام چیزها کازه چیزهای قدرت های کاذبه یه چیزی که باید از خدا یه چیزی باید از خدا به وسیله رول قدس از این مرده زنده کنه اگر نه این قیامت دیگه قیامت نیست یه چیزی باید در تو بمیره که خدا اینو بتونه قیام کنه هستین؟ اینجاست که ما بعضی وقت یا غرور ماست یا دوست نداریم بمیریم دوست داریم هنوز با فکرای خودمون با نقشهای خودمون زندگی کنیم عزیزم، مسیح مسیحا ها میتونن های خیلی فوق العاده عالی تش... تشکیل بدن که نگاه میکنیم این چه چیزی چه جمعیتی هست فقط خدا نگاه میکنه که میگه که اینجا روح من نیست این همه چی انسان ساخته و این دنیا خیلی بهتر میتونه این چیزها رو بسازه پولش هم دارم پس ما باید اینطوری نگاه کنیم عزیزان اگر واقعا من میگم خداوند در من قیام کن پس خدا میگه که چی مرده در تو که قیامش کنم گوش میکنی؟ چی مرده به تو؟ غرورت مرده؟ یا کل مرده؟ یا می میخوای بمیره؟ زمانی که حق خودت رو مثال میگم ورداشتی با بگم قدرت جسمانی خودت میخوای یه چیزی بسازی که از طریق حتی دنیا از طریق ما هم همینطور خوب به نظرم میاد خدا میگه درست همه چی عالیه فقط اونجا قدرت قیامت من وجود نداره. و زمانی که قدرت قیامت من وجود نداره پس زندگی تو مافوق طبیعی نیست انسانیه. اینامشه یکم شاید, شاید یکم سخت باشه عزیزم برای شما. خدا این فیض رو خواهد بخشید شما اگه جستجو کنین. تا یه چیزی در تو نمیره خدا نمیتونه قیام بکنه، قیام بده. در رومیان 8 آیه 11 نوشته که و اگر روح او که عیسی را از مردگان برخیزانیدی در شما ساکن باشد او که مسیر را از مردگان برخیزانید که مرده بود بدنهای فانی شما نیز زنده خواهد ساخت و به روح خود که در شما ساکن است این ساکن شدن نه فقط ساکنه یعنی با روح تو زندگی میکنه یک مشارکتی که هست همون روحی که در عیسی مسیح بود که زمانی که عیسی مرد و اون روح او رو زنده کرد همینطور میگه این روح که در شما باشه همینطور که عیسی از مردگان با قدرت این قیامت قدرت قیامت قدرت قیام درسته قدرت قیام ایسان برخواست پس در ما هست در ما شروع میکنه به کار کردن ما حیات جاودانی رو داریم عزیزان فقط مهم اینه که چه چیزایی در ما هست در زندگی ما هست که خدا میخواد قیام کنه در ما چون معمولا اگه بردارین در زمانه اول در قرن اول که نگاه میکنیم زمانی که روح القدس آمد تعمید روح القدس یعنی آتش روح آمد تمام بشارت هایی که رسولان میدادن دائما میگفتن عیسی مسیح از مردگان برخواسته عیسی مسیح از مردگان برخواسته چون این قدرتی بود که باور کردنی نبود و اونجا دیدین که افرادم باور میکردن و اونجا چه معجزه انجام میشد اف این شاگردان عیسی مسیح و افراد زیادی بودن اینجا کارهای موفق و طبیعی انجام میدادند و ما هم خوانده شدیم عزیزان مخصوصا در این زمان آخر زندگی ما باید موفق طبیعی بشه فقط و فقط به وسیله قدرت قیامت مسیح که در ماست چیزهایی هست که در ما همینطورم چیزهایی هست در کلیسا باید بمیره که کلیسا خدا کلیسا رو قیام کنه وضع کلیسا مون که نگاه میکنه وضع کلیسای دنیایی رو نگاه میکنیم با برادر ادوارد که هفته گذشته با نسلین صحبت کردیم گفته وضع دنیا اینطوریه کرونا تمام کلیسا چی بود؟ ریزش کرده خدا غربال میکنه که افراد بدونن کجا ایستادم یا باید خودمون تفتیش کنیم دنبال کی بودی چی بودی هدفت اصلا چیه هدفت پادشاهی خداست یا میخوای از عیسی مسیح فقط سو استفاده کنی و اون پدر آسمونی من واقعا مهربانه به تو هم همه چی رو میده فقط زندگی خودت رو در این دنیا انجام میدی اوکی من فکر نمی کنم. پدر عصبانی از تو فقط تو قدرت قیامتی غیام، که خداوند به تو دو بخشیده زندگی نمی کنی هیچ موقع زندگی مافوق و طبیعی نخواهی کرد و در این زمان آخر مطمئن هستم خدا میخواد کلیساها رو غربال کنه افرادی که واقعا چشمشو به خدا به عیسی مسیح به هدف خدا به اراده پدر آسمونی و دوختن بگن خدا من چه چیزهایی هست که باید در ما بمیره که تو قیام کنی تو زنده کنی در من از من شروع میکنم پس یه اتفاقاتی از باید بیفته زمانی که الان این کلام قیامت رو از دهنمون بیرون میاد خدا میگه که به تو نشون میده من میخوام در تو قیام کنم چیزایی در تو هست من نمیتونم نمیتونم زنده کنم چون هنوز زنده هست غرور خودمهوریه من میدونم یا گناه هایی هست که دوست دوست داری اونجا وابسته هستی دوست داری خدا میگه که من به تو این قدرت رو دادم با این قدرت میتونی چون قدرت مرک رو با اینجا شکوندم الان این چیز کوچیکم میتونی عوض کنی چون تو نمیخوایی دوست داری در این قسمت زندگی کنی به این خاطرم زنده میمونی زنده میمونی فقط زندگی انسانه که توش هیچ حیاتی نیست یادتون از عیسی مسیح خودش میگه زیرا هر که خواهد جان خود را نجات دهد آن را هلاک سازد یا انکار کند و هر که جان خود را به جهت من و انجیل بر برباد دهد برباد دهد آن را برهاند و اینجاست که ما در این ایام چی زندگی میکنن ایام قیام صحبت میک... اه... هستیم یا بعد از این سعود عیسی مسیح میاد بعد از سعود مسیح چی میاد پنتیکاست شاید یه زمانی هست که الان خدا میگه که ببین این زمانی که الان چه روزم طول میکشه یا پنجاه روز طول, طول میکشه الان در یک زمانی هست که باید شروع کنی ببینی که چه چیزایی در تو هست زنده هست که از خدا نیست و کار رول قدس اینه که بیاد اینو جدا کنه از تو به شرطی که تو بله رو بگی به شرطی که بگی بله آمین خداوند من. من میخوام تفتیش کردن زندگی خودشونه و میدونی کار خدا چیه زمانی که این صحبت رو میکنی کار خدا اینه که هدایت میکنه کار رول قدس اینه تو طور رو طوری هدایت میکنه که واقعا ورشکستگی نفس تو در تو قرار بگیره چون زمانی که ورشکست شدی چی میشه؟ در حال مردن هستی حتی در جایی که قرار میگیری که حج، حتی شک به ایمانت میکنی حتی نگاه میکنی به خدا کجاست چرا این اتفاقاتی میفته مخصوصا به شرطی که تو دنبال عیسی مسیح هستی میخوای و خدا به یه جای روح القدس کار روح قدس اینه تو رو هدایت کنه به مرگ نه اونجا بمیری اینطوری بگم بمیری مردن بلکه اونجا این امکان رو به روح خدا بدی که در تو یا خدا بگی که اونجا در این حال مردن تو رو قیام کنه اونجا یه حیاتی به دست میارین غیر قابل غیر قابل تصوری است که از این حیاتی که تو داری چون قدرت قیامت مسیر رو می‌چشی و میدونی و در چی؟ در این, در این بدن فانی که به درد نمیخوره یادتون از همینطور پولس در موردش صحبت میکرد در دوم می قرینتیان با به دوازده میگه که مرا گفت فیض من تو را کافی است زیرا که قوت من در کجا ضعف کامل می گردد. یعنی پولس دیگه واقعا به یه جای رسیدی که به نومیدی رسیدی که درد و نمیدن به یه مرگ رسیده بود مرگ نفس رسیده بود دیگه خدا چه کار کنم میگه که فیض من کافیه دیگه واقعا به بنبست میرسه و بعضی وقت خدا اجازه میده عزیزان شما و ما به بنبست بریسیم حتی به خودمون شک کنیم به همه چی شک کنیم همه چی همینطور میچرخه روی زندگی ما نمیدونیم چه اتفاقی میفته خدا کجا هستی خدا در حال اینه که تو رو بکشه که تو رو زنده کنه قیام که با قدرت روح القدس فیض من تو رو کافی است زیرا که قوت من در ضعف کامل می شد. پس به شما به پس به شادی بسیار از ضعف های خود بیشتر فخر خواهم نمود تا قوت مسیح در من ساکن شود پس زمانی که تو این مشکلاتی قرار می گیریم و تو این چند مدتی است که واقعا سه چهار ماه واقعا از زمانی که کرونا در زندگی ما وارد شده خدا مثل اینکه وارد شروع کرد همه چی رو چلوندن اصلا نمیدونیم چیه کجا هستیم چه چیزهایی هست نه نه اشتیاق بود نه نه دعا بود نه کلام بود هیچ چیزی نمیتونم تقصیر رو بزنم کرونا کرونا مقصره نه باید در این قسمت فکر کنیم که چه اتفاقی میفته کجا هستم و بعد از این اونجا احساس میکنی واقعا بدون خدا پوچی هیچ چیزی نیستی احساس میکنم یه چیزی هست که باید اینجا انداخت، چیز دور انداخته بشه مثل آلمانی میگن لپ لپم میشه چی دست مال ورداری تو بندازی دور و در زندگی ما اتفاقاتی میفته و خدا اجازه میده خدا تو رو توی تنگی میرسونه که تصمیم بگیری میخوای زنده بمونی یا میخوای بمیری میخوای حق خودت رو بیستی میخوای با دید خودت نگاه کنی همه چی رو من خوب میدونم و شروع کنی قضاوت داوری کردن باشه با همینطور با قدرت خودت زندگی کن با این آرامی قدرت انسان نگرانی چیز مافوق و طبیعی در تو وجود نداره یا کم وجود داره خدا رو ما رو عزیزان در این زمان تو منگنه میذاره تصمیم بگیر میخوای به زندگی بمونی باشه کنار میکشم یا میخوای میبره نه میبره میبره خفت میکنه تا بمیری بعد از اینکه مردی بعد از این قدرت قیام مسیح تو رو بیره. بعد از این نگاه میکنی میبینی توی دیگه این نیستی یه قدرت دیگه در تو هست یک نیروی دیگه در تو هست یک حکمت دیگه در تو هست خیلی ترس عوض میشن چون در مسیح ما میگیم ترسی وجود نداره میبینی که اتفاقاتی میفته سر در نمیاری فقط میدونی یه چیزی اتفاق افتاد بوه مرگ به این خاطر در عهد میدیدی می که زمانی که خدا این قربانی رو چیز میکرد بعضی قربانی میکردن بعد از این کلام خدا میگفت میگه که زمانی که خدا این بو مرگ رو بو کرد لذت برد یه <تصفح> زمان اصلا نمیفهمیدم گفتم چه خدا چه ربطی داره به این بو, منظور اینه که خدا زمانی که نگاه می‌کنی یه چیزی هست که از انسانیت کشته میشه این بوی مرگ خودش خشنود میکنه چون میدونه الان یک چیزی که از انسان مرده الان خدا میتونه یک کار خودش رو انجام بده یادتون از این آیه هایی های هست که ما میخونیم افسیسیان باب یک اینجا میگه که میگه که چیز پولوس دعا میکنه و خداوند من چشمای دل ایشان روشن گردد که بدونن که امید دعوت دعوتشون چیست و بعد از اینجا ادامه میده و چه مقدار از عظمت بی نهایت قوت او چه مقدار از عظمت بی نهایت قوت او نسبت به ما مؤمنین <applause> بر حسب عمل توانایی قوت او که در مسیح عمل کرد چون او را از مردگان برخیزانید به دست راست خود, خود در جاهای آسمونی نشانید میگه که من دعا میکنم که بدونی چه قدرت بینهایت. که این قدرت عیسی مسیح از مردگان برخیزانید در شما باشه که بتونین استفاده کنین که زفرمند زندگی کنین همون قدرت عیسی مسیح قدرت بی نهایت بود که عیسی مسیح برخیزانید تو آسانسور گذاشت برد اونجا بالای بالا در دست راست پدر نشسته و حکومت میکنه همون سرنوشت ماست عزیزان زمانی که در این قدرت قیامت مسیح زندگی کنیم اونجاست که خدا ما رو بلند میکنه اونجاست که خدا میتونه از ما استفاده میکنه چون خدا فقط و فقط به وسیله خودش و روح خودش قدرت خودش میتونه پادشاهی خودش رو بسازه نه من آلبرت پس آلبرت باید بمیره که قدرت قیامت مسیح شروع کنه به کار کردن آمین دوباره بخونیم و چه مقدار است عظمت بی قوت او نسبت به ما مؤمنین بر حسب عمل توانایی قوت او که در مسیح عمل کرد و میتونم که در آلبرت در کلیسا عمل میکنه چون او را از مردگان برخیزانید و ما رو از تمام مشکلات از تمام گرفته‌ها، از تمام وابستگی ها از تمام کل از تمام خودخواهی‌های ما من میدونم من چیز می‌کنم، همینطور بمیره که بتونه اونجا ما رو بلند کنه و به دست راست خود در جاهای آسمونی نشانیده ما خوانده شدیم عزیزان یک روز با عیسی مسیح سلطنت کنیم تاج عدالت روی سر ما بیاد اینو فقط و فقط به وسیله قدرت قیامت مسیح در ما که قرار گرفته و من استفاده میکنم که میتونم این زندگی موفق و طبیعی رو در این دنیا انجام بدم بعضی وقت هست که یک سال دو سال چهار سال میتونه باشه هیچ اتفاقی نمیفته و در حالی جنگیدن است در حال چیز هست خدا نگاه میکنه و میبینه که چقدر دردها کشیدی چه, چه بهایی پرداخت کردی هیچ اتفاقی نفته وسطش هم یه سیلی پشت سیلی هم گرفتی آخرش هم به یه جایی میرسی که به ناامید میشی فقط خدا این چیزها رو این سانه ها رو دقیقا رو میدونه این توفا رو میدونه که روی سر تو آمده نوع هایی که میدونه و همینطور هم که ما در اون وسطش هم کردیم این میدونه پد مثل ابراهیم که بعضی وقت ده سال زندگی میکرد بعد از این خدا میامد صحبت میکرد به این خاطر زندگی ما هم همینطور اینطوری نیست که الان یک هفته درست زندگی کنم قدرت قیامت خواهد آمد خدا میدونه وقتش کیه چطوره برای یک چیزی که خدا میخواد انجام بده شاید دو سال سه سال طول بکشه پدر این دو سه سال چقدر تو وفادار اونجا بودی چقدر اجازه دادی روح خدا در تو کار کنه چقدر واقعا موتی بودی خراب کاری کردی و ناعتحتی کردی شاید به حال هر چیزی هست توبه کردی بازگشت کردی فقط این زمانهایی هست عزیزان کار روح خدا به شما میگم زمانی که تو میگی که لب خداوند واقعا میخوام قدرت قیامت تو رو زندگی کنم زیست کنم خداوند پس روح من خودم رو به دستای تو میسپارم روح خدا تو رو هدایت میکنه به مرگ و مرگ منظور من نیست که نیست که مثلا درد جسمانی باشه مرگ انسانیت تو یعنی به یه جایی میرسی که حق خودت رو مرگ دیگه با دست دست بدی فکر خودت و تصویری خودت باید باید به یه جایی که مف بشه به یه جایی برسی عزیزان که واقعا از خودت ناامید بشی. چون ناامید نشدی هنوز تو حیات در توست که من میدونم چرا اینطوری شده چرا اینطوری که اون اشتباه کرده اون این کارو کرده یعنی باید به جای برسی یک دهنم میبندم خدا من به درد هیچ چیزی نمیخورم اگر فیض تو اینجاست تو منو میتونی بلند کنی همینطور که پولس گفت شادی میکنم در های خودم الان میبینم که من هیچ کاره هستم فقط مرسی ایسای مسیح مرسی که در من عمل میکنی که آخر قدرت تو اینجا که همینطور که گفتی که بنابراین از ضعف و رسوایی هایی که همون دوم قرنتیان بود اینو میتونیم بیارین دوباره میتونی بخونی هستین؟؟ نه این دوم قرنتیان رو مرا گفت فیض من تو را کافی است زیرا که قوت من در ضعف کامل می‌گردد مرا گفت فیض من تو را کافی است زیرا که قوت من در ضعف کامل می‌گردد پس به شادی بسیار از ضعف‌های خود بیشتر فخر خواهم نمود تا قوت مسیح در من ساکن شود بنابراین از ضعف ها ها احتیاجات زحمات تنگی ها به خاطر مسیح شادمانم زیرا که چون ناتوانم آنگاه توانا هستم آمین این برای مطمئن هستن. برای افرادی که واقعا برای خداوند زحمت میکشند و همینطورم هم وفادار هستند واقعا تسلی هست چون واقعا خود خدمت کردن به عیسی مسیح واقعا میتونم بگم سخته یا فقط یک تسلی هست که خداوند میگه که ببین زمانی که در این جاهای قرار گرفتی نگران نباش کار من دست من اونجا در تو کار میکنه و همینطورم هم فقط سعی نکن الان همه جا کمک از همه جا بگیری که بتونی زنده بمونی زمانی که دنبال زنده هست زندگی خودت هستی از دست خواهی داد و افرادی هم هستن که دیگه خیلی خیلی میتونم بگم که خیلی مذهبی انجام میدن چون کسی که نیمیخواد بمیره عزیزان سعی میکنه از صلیب فاصله بگیره یا؟ اوکی، میتونین انجام بدین پر قدرت قیامت در تو دیده نخواهد شد جایی که ناتحتیه جایی که خودخواهی جایی که یک کسی برای خودش پادشاهی خودش رو مقام خودش رو درست میکنه برای جلال خودش کسی که میگم که همه چی رو بهتر میدونه و این هست در کلیسا افرادی هستن که چون صلیب رو نمیخوام پس باید طوری مسیحیت رو نشون بدن و این به وسیله مذهب و افرادی هم هستن که اصلا بیت حس هستن دنبال پادشاهی خدا نیستن و اونجا گرفتار خیلی چیزای میگم چیزای دنیایی هستن بعد با این کلام امید من عزیزان اینه که شاید از امروز به بعد این کلام رو که شنیدیم بدونیم که خدا روح القدس کار میکنه بعد ما در, در یک زمانی هم زندگی میکنیم که آمدن مسیح و خدا میخواد کلیسای خودش رو کلیساهای خودش رو برافرازه و با قدرت قیامتش همینطور برادر ادوارد که گفته که کلیسا ریزش کردن در تمام دنیا الان اینطوریه از آمریکا همینطور کلیسای فارز زمان خودش که ناظر 19 تا کلیسایی هستن که در انگلستان گفته که همه وضعمون اینطوریه یا ربطی نداره حالا کشیش رو نمیدونم شبان رو نمیدونم چیز هستی خداست که کار میکنه تقریبا اینطوری بید مثل اینکه اینطوری باید نگاه کنین این فکر منه مثل اینکه تمام کلیسا هستن خدا غربال میکنه که به یه جایی برسن که واقعا کلیسا هم همینطور ناامید بس خودشون بشن و وضع خودشون نگاه کنن و امیدشون از دست دادن چطور میشه الان این کلیسا زنده بشه چطور میشه اصلا احساسی وجود نه وجود داره چه نه نه اه اه چیز علاقمندی وجود داره ما جمع میکنیم مثلا هیچ کسی نمیاد جلسه دعا هیچ کسی نیست مثل مرده است و خداوند نگاه میکنه و میگه به یه جایی میرسونم که واقعا دیگه ناامیده بعد از این به وسیله شاید پنج نفر، ده نفر، پونزه نفر، بیست نفر من کلیسا رو دوباره بلند خواهم کرد که بقیه خیت بشن فقط خبر خوشینه عزیزان قدرت قیامت مسیح در همه ما هست زمانی که ایمان آوردین و کار خدا اینه که تو رو هدایت کنه روح القدسه که ما رو هدایت میکنه که در همه راه ها که بتونیم به اون هدف برسیم این قدرت قیامت در ما وجود داره که میتونیم غلبه بیاییم بیابیم روی تمام مشکلاتی که در این دنیا هستن در این قدرت همینطور شجاعت هست که بتونیم اونجا بشارت بدیم یا و همینطورم هم توی این قدرت قدرت قیامت که در تو قرار گرفته و خدا هدیه داده این پیروزی هست که میتونی روی همه چیز پیروز بشی این پیامی هست که خدا توی قلب من گذاشته بمیوم در میون بذارم و فکر میکنم اولین قسمت اینه که وقت بذاریم الان دعا کنیم ببینیم که چه حیاتی در من هست آیا واقعا من این در این قیام زندگی میکنم قدرت روح در من کار میکنه افرادی هم هستن که شاید واقعا به یه شک افتادیم به از خودتون ناامید شدیم خدا تس... تسلی میده میگه من در حال مردن هستی خوش خوشحال باش همینطور پولس میگه خوشحال باش افرادی هم هستن که واقعا سوش شدن دیگه هیچ چیزی در خودش نمیبینم خدا میگه که چون واقعا دنبال زندگی خودت هستی هیچ چیزی نمیبینی الان میتونی اونجا خودت هم دعا کنید برای پاسخ باید به خداوند بدیم هر موقع که موعظه رو میشنویم کجا هستم دنبال زندگی خود هستی که از دست خواهی داد یا به خاطر انجیل و عیسی مسیح بگی خداوند هر چیزی که در ما هست هر چیزی که در من هست که زنده هست و مخالف توست اجازه میدم بیای بکشی اجازه میدم در این قسمت من رو هدایت کنی آمین دیگه تصمیم تک تک شماست که یا به حضور خداوند بریم و جستجو کنین ما در این زمان زندگی میکنیم. ایام قیامت پنجا روز دیگه پنتیکاسته شاید خدا در اون موقعی کارهایی انجام بده برای کسانی که خودش آماده کردن آمین زمانی هست که پنجاه روز خدا رو جستجو کنین برین اونجا وقت بذاریم برای خدا و میگی من, آمدم تو به من صحبت کنی هر چیزایی که هست زد توست اجازه میدم دخالت کنی خداوند ممنون هستیم از کلام تو خداوند مرسی که باور میکنیم خداوند همون روی که تو را عیسی مسیح از مردگان برخیزانید مرسی که در ما تو هدیه دادی مرسی روح قدس که بزرگترین قدرتی که انسان میتونه داشته باشه تو به ما بخشیدی و کلام تو هست که تو هستی که ما رو دوباره زنده خواهی کرد هر چیزایی که در ما خداوند علیه توست تو به مرک هدایت میکنی که بتونی دوباره قیام میکنی زنده کنی ممنون هستیم دعا برکت میکنم خداوند ایسا جان که تو الان با روح القدست بیاییم که خودمون رو بتونیم تفتیش کنیم ببینیم کجا قرار گرفتیم خداوند چه حیاتی در ما هست این تنها تو میتونی روح القدس نشون بدی خداوند کمک کن شفاعت میکنیم ایسا جان، شفاعت میکنیم با تمام دل خداوند رحم کن به این کلیسا رحم کن به این برادر خارا میدونم خدای بخشنده هستی خدا من بیا به وسیله روح قدوس تو نشون بده که دوگو دوباره برگردیم به حوز به سمت تو خداوند به سمت تو روح <تصفح> قدوس, بیا ما رو آماده کن در این زمان آخر نه کلیسایی باشیم خداوند که یا از دید تو مثل یک فیتیل نیم سوزه خداوند بلکه تو کلام تو میگه که این فیتیل نیم سوزه تو خاموش نمی کنی فقط ما رو ببر به یه جایی که خداوند بمیریم که بتونی دوباره ما رو زنده کنی این دعا رو میکنم خداوند با ایمان که میدونم دست تو رو این کلیس هاست با ایمان تشکر میکنم از تو عیسی جان تن امید ما هر چیزی که ما داریم تو هستی آمین آمین